سبحانك يا من لا شريك له سبحان سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا شريك له سبحانك يا من لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم وفقنا للتفهيم والتفهم با عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزيزان و طلاب محترم ما در قبل بحث قواعد اعلال رو داشتیم رسیدیم بحث ناقص چه ناقص واوی معتل لام یعنی همین یه قاعده خصوصی داشت و اونم در مزارع مدزوم و امر چه معلومش و چه مجهولش در سیغه های پنزگانه یک و و هفت و, سیزده و تهار لام الفعل یعنی خود لام الفعل حالا واو باشه یا باشه هست میشه در بقیه سیغه ها و همینطور در این سیغه ها، اگه قواعد عمومی هم جاری شد جاری میکنیم و الا دیگه قاعده خاصی درش غیر از این قاعده که ارز کردیم وجود نداره در اینجا ناقص رو میخونیم و احیانا چند تا تمرین داشته باشیم بعد بحث لفیف که یه بحث کمی است و در واقع عطف بر ما سبقه و همین مباحث گذشته رو در واقع تکرار خواهیم کرد در بحث لفیف چون که لفیف یعنی عین و مثلا لفیف مگرون یعنی عین الفعل و لام الفعل یا فاء و عین الفعل شرف عله باشه که از یه جهت مثل عذف از یه جهت مثل مثال از یه جهت مثل ناقصه ولی همین قواعد اونها احیانا جاری میشه در بعض جهان جاری نمیشه که انشاءالله اینها رو عرض خواهیم کرد صفحه 145 بحث ناقص رو میخونیم ناقص سلاسی مجرد دارای یک قاعده خصوصی است و آن اینکه در امر و مزاره مجزوم فقط امر چه معلومش و چه و همینطور مزاره معلوم یا مجهول مجزوم امر و مزاره مجزوم آن در سیغه های یک، چهار، هفت، سیزه، تارده همون که علامت رفعشون زمه است که علامت رفع زمه لام الفعل است خود لام الفعل می افتد وقتی که لام امر رو آوردید وقتی که ادوات جزم رو مثل لم مثل لما مثل ادوات شرط مثل ان آوردیم خود لام الفعل حذف میشه زریان قواعد عمومی اعلال در ناقص نیست تغییرات زیادی ایجاد میکنه در کل اگه نگاه کنید در ناقص تغییراتی که به جهت اجرای قواعد عمومی اعلال در اونها ایجاد میشه نسبت به فعل های دیگه بیشتره از این رو بعضی از قسمت های آن را صرف میکنیم دعا به معنای چه مستر اصلش دعوت به معنای خواندن و دعوت کردن همین ادعونی از ذبلکم دعاست یعنی خواندن و دعا کردن ناقص واوی از باب فعله یفعلست یعنی دعا چه فعلا دعوه بوده یدعو و چه اونم میشه یدعو این رو صرف میکنه ماضی معلوم دعا دعوا دعو دعت دعتا دعونا دعوتا دعوتما دعوتم دعوت دعوتما دعوتن دعوتو, دعوتو دعونا سریع گذرا دوستان دقت بفرمایید ما جلسه قبل رما رو گفتیم چه دماد رو در صفحه بعد ملاحظه می‌فرمایید این دعا رو سریع عرض می‌کنیم دعا اصلش دعوا بوده که قاعده هشتم جاری میشه واو متحرک ماقل مفتوح میشه به الف شد دعا در دعوا هیچ قاعده جاری نشده در دعو یعنی دعوو بوده قاعده هشت اول جاری شد واو متحرک ماقل مفتوح شد به شد دعاو بعد قاعده ده جاری شد که هر فعل در التقای ساکنین هست میشه شد دعو دعت که اصلش دعوت بوده اینم قاعده 8 و ده جاری شد دعتا باز قاعده 8 و ده جاری شد یعنی ها اصلش دعوتا بوده و متحرک ما قلب قلب شد به علف شد دعاتا علف ساکن تا هم درسته الان متحرکه تا اصلش که همین تای تانیسه که در سیقه چهاره و این هم ساکنه این ساکن محسوب میشه فلزا قبلش الف به خاطر التقاء ساکن میفته میشه دعتا. دعو نه دعونا دعوتا از این سیغه به بعد یعنی از سیغه شش به بعد ما دیگه عمومی اعلال هم در اینجا نداریم پس اگه خلاصه کنیم میگیم در ماضی معلوم دعوه در سیغه یک یه قاعده فقط قاعده هشت در سیغه دو قاعده زاری نشد در سیغه سه و چهار و دو تا قاعده هشت و قاعده ده جاری شد مثل رما در بقیه سیغا هم قاعده جاری نشد در مزارع معلوم اینجوری مزارع معلومش اینجوری میشه که یدعو یدعوان یدعون یدعون تدعو تدعوان تدعو تدعوان تدعون تدعینه، تدعوانه، تدعون ادعو ندعو در این مزارع معلوم در سیغای یک و چهار هفت و سیزده و چهارده یعنی یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو در اینها یه قاعده زاری شد یعنی اصلش یدعو بوده تدعو و، ادعو و، ندعو و. یه قاعده اونم قاعده سومه که واو مزموم ما قبل مزموم در آخر کلمه واقع شده حرکتش حذف شده این پنج سیقه بس فقط یه قاعده زاری شد در مسنه ها یدعوانه سه تا تدعوانه و همینطور سیغه شش و دوازده قاعده اعلال زاری نمیشه چونکه موردی ندارند، فقط در سیغه سه که اگه ملاحظه بفرمایید میشه یدعونه ما دو تا یدعونه داریم یه یدعونه سیغه سه یه یدعونه سیغه شش اینا به ظاهر شبیه همند ولی در حروف اصلی و حذف یا حذف شدن یا نشدن فرق دارن یدعونه سیغه سه در اصل یدعونه بوده در ید اوونه دقت بفرمایید قاعده دوم جاری میشه قاعده دوم که جاری شد واو حرکتش رو میده به ما قبل و چون که التقای ساکنین میشه دو تا واو ساکن کنار همه حس میشه میشه ید یدعونه بر وزن یفعونه سیغه سه چون که لامول فعل هست شد اما در سیغه شش که یدعونه است هیچ چیزی هست نشده در سیغه چهار همین تو در سیغه هفت همینطور فقط یه قاعده سه جاری شد تدعوانه سیغه هشت قاعده علال جاری نمیشه تدعونه اینم مثل سیغه سوم دوتا قاعده دو و ده جاری میشه تدعینه این هم سیغه دهه که قاعده دو و تد او وین است تد او وینه بفرمایید واو حرکتشو میده به ما قبل تقاعده دوم خود واو ساکن میشه یا هم که بعدش ساکن بود حرف ل در التقای ساکنین هست میشه میشه تدعینه بر وزن تفعینه تدعوان قاعده الال داری نمیشه تدعونه تدعونه مثل تنصر نه بر وزن تفعول نه که لام الفعل اینجا هست نشده و قاعده الال هم جاری نمیشه ادعون ادعو ندعو هم همینطور فقط قاعده سوم لیدعو چه همین قاعده خصوصی که گفتیم خود لام الفعل هست میشه اینجا هست شده لیدعو 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 لتدعو لتدعوا و لیدعون و ادعو ادعوا ادعو در قرآن که هست و اول هم اشاره کردم ادعونی از ادعونی همین سیغه نوه ادعو نی اون نون نون وقایه بهش میگند که هر فعلی که متصل شد به ضمیر یا متکلم به این یه قبل از این یا متکلم یه نونی به فعل متصل میشه چه بهش میگن نون وقایه مثلا شما بگید که زربه میخواید بگید زربه اون شخص زد مرا میگید زربی نمیگید میگید زربه نی یه نون میاد اما در زمایر دیگه این نون نمیاد مثلا شما بگید که اون یاری کرد یه شخص قائب رو نمیگید نسرنهو میگید نسرهو یا اون فرد تو را یاری کرد نمیگید نسرنکه میگید ک بدون نون اما وقتی میخواید بگید که اون فرد مرا یاری میکرد یاری کرد میگید نسرنی به این نون نونه بقاید ادعونی از تزبلکم هم, هم همینطور ادعونی ادعو فعل هم سیغه نه یعنی سیغه سوم مخاطبه چه در مضمون حساب کنی سیغه نوه میشه ادعو یعنی تو دعوت کن تو یک فرد مخاطب ادعوا یعنی شما دو نفر ادعو یعنی شما جمع مرو دعا کنید یعنی بخانید نی هم نون نون وقایه یا یعنی مرا بخانید مرا خیلو ادعو ادعوا ادعو ادعی سیغه نو سیغه ده ادعوا سیغه یازده چه قایده لالزاری نمیشه ادعونا چه سیغه دوازده ل ادعو ل ندعو میبینید که لام الفعل در اینا هست شده ماضی مجهولش دو اوا میشه دو اوا رو شما همینطوری صرف کنید دو اوا دو اوا دو اوا بدون تغییر حالا اینجا ببینید شده دعیه اگه قواعد اعلال رو دقت بفرمایید در قاعده پنجم این این تغییر درش هست که قاعده پنجم در صفحه 139 فرمودن که واو در صورت که لام الفعل باشه و ما قبل آن مکسور باشه قلب به یا میشه دو اینجا لام الفعل و ما قبلش هم مکسور قلب به یا میشه میشه دو خیلی خوب دعیه دعیه دو یا همینطور دو اوا بوده اینم طبق قاعده 5 دو او دو او در واقع دو وو بوده دو وو که بشه اگه دوستان دقت بفرمایند قاعده پند جاری میشه دو میشه البته میتونید این رو اجرا نکنید به جهت اینکه دو ای هم که بشه قاعده دوم در هر حال میکنیم دو میشه دو هم که شد قاعده دو جاری میشه که یا در اسنای کلمه لام الفعل یا عین که اینجا لام الفل ما قبلش متحرک و صحیح حرکت این یا رو میدیم به ما قبل و چون که حرکتشو دادیم به ما قبل ساکن شد حرف عله در التقای ساکنین میفته یعنی میتونید شما اینجوری بگید در دو ایو که الان شد دعو قاعده اعلال پند و قا بعد قاعده دوم بعد قاعده دهم ده زاری میشه که میشه دعو بر وزن فعو دعو بر وزن فعو, بر وزن فعو دعیت دو همین قاعده پنجم دعیت ها همین باز قاعده پنجم دعینه که دو نبوده واو ساکن ما قبل مکسور قلب میشه به یا میشه دعینه دعیت دعیتما دعیت دعیتون و الاخر مزارع مدفول یدعا اصلش یودعوا بوده طبق قاعده هشت اعلال و مترک مغل مفتوقل میشه به علف میشه یدعا البته دوستان دقت بفرمایید میتونند این رو چون که نتیزتا فرق نکرد من عرض نکردم اینو یادتون باشه در قواعد اعلال گفت اول قاعده 6 داری میشه قاعده 6 رو دقت کنید واو در صورت که لام الفعل باشه و ما قبلش مفتوح باشه قلب به یا میشه مشروط به این که حرف سارون به بعد باشه چی یدعو اول میشه یدعیو بعد قایده هشت داری میشه که میشه یدعا چون که نتیزه تن فرق نمی کنه ما از اول هم همین قایده رو داری کنیم نتیزه در اینجا فرق نمی کنه. ما میتونیم بگیم که در یدعو همین در بار اول دیگه نگیم اول قایده شش داری شد بعد قایده هشت در بار اول بگیم واو یا مترک ما قلب قلب میشه به الف چه قلب شده به الف در اینجا یعنی همین قاعده 8 میتونید هم بگید اول 6 بعد 8 ساری شد ید عیان چه در واقع همین ید عوانه بوده باز در اینجا قاعده 6 ساری میشه چه شد ید عیانه ببینید در اینجا قاعده 6 ساری میشه اما قاعده 8 ساری نمیشه به جهت اینکه این یا متحرکه و حرکتش آریزیه وقت که حرکتش آریزی شد قاعده 8 ساری نمیشه فقط قاعده 6 ساری میشه پس یدعیان یدعونه یدعونه اصلش یدعیونه بوده چه طبق قاعده همین شش یدعیونه بعد یا متحرک ماقل مفتوق قلب میشه به علف میشه یدعونه علف با در هر دو ساکن التقای ساکنن پیش میاد علف هست میشه میشه یدعونه یدعونه بر وزن یفعونه و همینطور تدعا و الاخر که میتونید صرف کنید امرش هم ع الف هست میشه، یا نون هست میشه، لیودعو، لطدعه، یا که هیچ ای در سیقه جاری نمیشه، لیودعی نه ع نه، که اصلش لیودعو نبوده، همین طبق قایده شش تبدیل به یا شده دیگه قایده اعلال دیگه زاری نمیشه ادعو، ادعو، این لیودعه مطهولشه همه همش با لام میشه لتدع لتدع یا لتدع و الی آخر لتدع لتدع یا لتدع و نه لادع لندع معلومش رو اگه صرف کنید یدعو فعل امر معلومش رو صرف کنید میشه لیدعو لیدعو و لیدعو بر وزن لیفعو لتدعو لتدعوا و لیدعو نه و ادعو ادعی ادعوا ادعون لعدعو لندعو خیلی خوب مطلب بعدی فعل بعدی چه امر مدسولش هم همینطور لیدعا لیدعا یا لیدعا, لیدعا لیدعا لتودعا لیدعا الى آخر که میتونید صرف کنید فعل بعدی رمی رمایرمی که ما دیروز این رو عرض کردیم دیگه اینجا ذکر نمی کنیم تمرینات رو هم میتونید حل کنید دعا و رما رو صرف کنید اعلال تمام سیغه ها رو بیان کنید که همین, همین چیفیت دعیه و رومیه همینطور یدعو و یرمی رو صرف کنید چیفیت اعلال و کدوم در کدوم سیغه کدوم اعلال زاری میشه اینها رو دقت بفرمایید بعضی از فعل ها رو که نوشته و آورده در تمرین فقط صورتش فرق میکنه و اعلالشون فرقی نمیکنه دوستان چون که اینها رو در رما چه ناقص یا است و دعا چه ناقص واویست اینها ما تطبیق دادیم قواعد رو دیگه اینها رو عرض نمی کنم شما میتونید این فعل هایی رو که در تمرین آورده یا فعل های دیگه اینها رو خودتون تمرین کنید فصل 13 لفیف ما قبلا گفتیم که لفیف بر دو قسم لفیف مفروق لفیف یعنی پیچیده چون که حرف عله درش دو تا حرف عله هست یا احیانا سه تا که ما هم چیزی در فعل نداریم که فاعل فعل و عین الفعل و لام الفعل هر سه حرف ال باشه فلزا اینها رو ما ذکر نکردیم و بحث نکردیم اما لفیف اون چیزی که پیچیده است یعنی حرف عله درش زیاده مفروغ یعنی حرف ال زیاد مفروغ مفروق جداست در تمارینم دوستان دقت بفرمایید میگه لفیف رو چرا لفیف میگن به خاطر اینکه همین حرف عله درش زیاده به خاطر همین لفیف بهش میگن و لفیف مفروق بهش میگن به خاطر اینکه حرف ل در کنار هم نیست جداست یعنی فاعل و لام الفعل اول و آخر و لفیف مقرون میگن به خاطر اینکه فاعل فعل عین الفعل مقرون کنار هم قرین همه یا عین الفعل و لام الفعل در کنار هم حرف ال است اینا لفیفه پس دانستیم که لفیف بر دو قسم لفیف مفروق مانند وقا وقا یعنی حفظ کرد وقیه یعنی همین حفظ کرد تقوا همین یعنی محافظ و حفظه یعنی مایه حفظه و قیه لفیف مقرون مفروق یعنی جداست اولش و آخرش و سطحش فاصله فاصل است اینجا از یه جهت مثل مثال و از یه جهت مثل ناقصه از این جهت که فاول فعلش حرف الاست است مثل مثاله از این جهت که لامول فعلش حرف الاست است مثل ناقصه لفیف مقرون مثل لوا چه لوا رو مثال زده برای لفیف مکرون یعنی دو تا حرف عله داره و کنار هم هستند ببینید واو و الف که در اصل یا بوده این واو و یا که واو عین الفعل و یا هم لام الفعل کنار هم هستند لوا به معنای پیتید به این معنا لفیف مکرون خود بر دو قسمه لفیف مقرون چه در کنار همه حرف الله خود بر دو قسمت چرا به خاطر اینکه چون که یا فاول فعل و عین الفعل حرف الا هر دوتا یا عین الفعل و لام الفعل این دو قسم رو میفرمایند که معتل الفاء و عین آن مختص به اسم باشه یعنی ما یه فعلی نداریم که اول و دومش یعنی فاول فعل و عین الفعلش حرف باشه فعل ها تماما اگه در لفیف مقرون کنار هم عین الفعل و لام الفعل یادتون باشه شبیه مضاعفه ما در مضاعف گفتیم که مضاعف کلمه است که فا الفعل و عین الفعل یا عین الفعل و لام الفعل آن هم جنس باشه ما اومدیم بعد گفتیم که اون فعلی که در مباحث فعل اون فعلی که فا الفعل و عین الفعلش هم جنس باشه ما نداریم فقط در اسما داشتیم یادتون باشه مثال زدیم به ببر مثال زدیم به ددن فعل های فقط اونهایی هستند که لا این الفل و لا ملفعل. در لفیف مقرون هم همینطور ما لفیف مقرونی که فا الفل و الفل یعنی دوتای اولی حرف عله باشه در اسمها داریم مثل ویلون ویل ویلون للمتففین ویلون لکل همزت اللمزه این ویل اسمه واو فا الفلش حرف ال است یا این الفلش حرف ال اما در فعل ها ما نداریم در فعل ها لفیف مقرون فقط عین الفعل و لام الفعله. مثل همین مثالی که در لوا مثال زد به معنای پیچیده اینها رو دوستان دقت بفرماین لفیف مفروق لفیف مفروق یعنی فا الفعل و لام الفعل فقط عین الفعلشون صحیحه فاالفعل الفعل چه ارز کردم از یه جهت مثل مثاله و لامالفعل از این جهت مثل ناقصه اینا فقط حرف ال است میگه از جهت فاالفعل مانند مثال مانند معتل الفا و از جهت لام الفعل مانند ناقص است فلزا قواعد عمومی و خصوصی هر دو قسم در آن جاری میشه یعنی هم قواعد مثال یادتون باشه مثال دو تا قاعده خصوصی داشت یکی در مصدرش داشت که حالا فعلا بحث ما نیست یکی در فعلش فعل یادتون باشه گفتیم که در مزارع معلوم و همینطور امر معلومش اگه بر وزن یفعلو باشه در مثال البته واوی اونجا گفتیم که واوش هست میشه فاول فعلش هست میشه و عد که مثال و بر وزن یف در مزارع معلومش در اینجا میگیم یع دو واو هست میشه اینجا اگه یه چیزی لفیف مفروق باشه و اولش هم واو باشه از این جهت مثل مثال قاعده خاص مثال واوی در اینجا جاری میشه و همینطور قواعد عمومی هم اگه جاری میشه جاری خواهد شد و همینطور چون که از جهت آخر ناقصه مثل ناقصه حالا آخرش واو یا آخرش یاه یا فلزاق هم قاعده خصوصی ناقص درش داریم میشه که گفتیم در مزارع مدزوم یا در امر چه حتما مدزوم خواهد بود در اینها آخرشون هست میشه یعنی اون حرف عله هست میشه به نشانه جزم و بقیه اگه قواعد اعلال هم داری بشه داری میشه مشکلی نداره از جهت فاول لفیف مفروق مانند مثاله یعنی اگه مثال واوی البته چون که مثال یایی قاعده خصوصی نداشت و از جهت لام الفعل مانند ناقص لذا قواعد عمومی و خصوصی هر دو قسم در آن جاری میشه مثلا الوقی به معنای نگه داشتن و حفظ کردن لفیف مفروک از باب فعل یفعل وقی یوق یو ماضی معلوم آن میشه وقی ببینید در ماضی معلوم نه در ناقص ما قاعده خصوصی داشتیم نه در مثال قاعده خصوصی داشتیم فلزا فقط قواعد عمومی وقعیه قاعده هشت درش داره میشه میشه وقا قیا هیچ قاعده داری نمیشه چون حرکتش آرزه هشت داری میشه بعد قاعده ده داری میشه میشه وقایا. وقا میشه هیچ نمی‌شه نمیشه همین وقعیه میشه وقعو یعنی حفظ کردند وقایت. قاعده هشت میشه وقات یا تبدیل به علف میشه بعد حس میشه میشه وقت وقت ها باز قایده هشت داده و غینه و و ما چه دیگه از سیغه شش به بعد قایده اعلال زاری نمیشه مزاره آن یوگیو اصلش یوگیو بوده چون که بر وضع یفعلوست اون قایده و واوی هم هست از دهت فاولفل واوه اون قایده خصوصی مثال درش زاری میشه که فا هست میشه میشه یگیو بعد چون که مزاره مدزوم نیست قاعده خصوصی ناقص نداره اما یه قاعده عمومی هم مال آخرشه که قاعده سوم میگه یا مزموم یا مزموم ما قبل مکسور در آخر کلمه باشه حرکتش هست میشه میشه یقی یقی یقیانه یگونه تقی تقیانه یقینه تقی تقیانه تگونه تقینه تقیانه تقینه اگی نگی در فعل امرش هم دقت داشته باشید که چون که فعل امر اینها فاعل فعلشون که در البته امر معلومش فاعل فعلش که حذف شده وابوده بوده حذف شده آخرش هم چون که حرف فعل است در سیره های یک و چهار و هفت و سیزده و چهارده ناقص گفتیم خود لام الفعل هست میشه این سه سی سیغه هم لام الفعلش هست میشه و هم فاعل فعلش فلذا میگید ل یق باید حفظ کند لیقه یعنی باید اون حفظ کند بر وزن لیعه فقط قاف مونده عین الفعل هم فاول فعلش هست شده و هم لام الفعلش هست شده که ما در وزن حس میکنیم ل لیقیا لیقو آخر. و امر حاضرش هم میشه تقی اونم میشه ق ق فعل امره فقط یه, س... یه حرف اونم بر وزن ق یعنی حفظ کن قیا شما دو نفر حفظ کنید قو قو انفسکم و اهلیکم نارا قو یعنی شما حفظ کنید قی قیا قینا لعقه لنقه لعق یعنی من, من باید حفظ کنم لنقه ما باید حفظ کنیم و همینطور شما سیغه های بعدی رو پس در لفیف مفروق از جهت اول یعنی فاول فیل مثل مثال از جهت آخر مثل ناقصه فلزا قاعده هر دو درش جاری میشه لفیف مقرون چه چون که بحث ما در فعل گفتیم که در فعل اول و دوم نداریم حرف عله باشه فقط دوم و سومه یعنی عین الفعل و لام الفعل میتونه درش حرف عله باشه میگه این نیز از جهت عین الفعل شبیه اجوف و از جهت لام الفعل شبیه ناقصه اما اما در اینجا مثل بالا نمیگیم که در اینجا مثل بالا نمیگیم که قاعده هر دو جاری میشه هم قواعد عمومی خصوصی اجوف و هم قاعده عموم خصوصی ناقص در اینجا فقط حکم ناقص داری میشه و قواعد عمومی اعلال اگه داری بشه یادتون باشه یکی از مواردی که استثناء شد از در قواعد عمومی اعلال آخرش که تبصره بر قواعد عمومی اعلال بود اونجا یه چیزی رو استثناء کردیم گفتیم عین الفعل لفیف مقرون که اینجاست میگه اعلال نخواهد شد فلزا از جهت عین الفعل مثل صحیح مثل یه فعل سالمه چه تغییرات درش ولو مورد داشته باشه در اینجا جاری نخواهد شد اما از جهت لام الفعل که ناقصه تمام قواعد ناقص درش اجرا خواهد شد از جهت عین الفعل شبیه به عطف و از جهت لام الفعل شبیه ناقص است اما در آن یعنی در لفیف مقرون فقط احکام ناقص جاری می شود و در عین الفعل آن نه تنها قاعده خصوصی اطوف که یادتون باشه دو تا قاعده خصوصی اطوف داشت یکی مال مستر یکی مال مازی سیغه شش به بعد نه تنها اون نمیاد بلکه قواعد عمومی اعلال نیز اون ده قاعده ای که ارز کردیم زاری نمیشه چه ارز کردیم اینا از مستثنیاته اصلا عین الفعل لفیف مقرون حکم حرف صحیح رو داره هیچ قاعده ای هم روش زاری نمیشه مثلا اللوی به معنای پیتاندن که مستره لفیف مکرون از باب فعل یفعلو لوی یلویو خیلی خوب ماضی آن میشه لوی میبینید فقط قایده هشت ساری میشه وا ببینید دیگه در وسطش نگفتیم مثل قوله میشه قاله اینم میشه لوی میشه لایه واو رو کاری نداریم وا اینکه واو مورد قاعده هشتمه قاعده هشتم چی میگه؟ قاعده هشتم میگه واو و یا متحرک ماقل مفتوح قلب میشه به علف این لویه واوش متحرک ماقل مفتوحه مفتوه حرکتش هم حرکت اصلیه منطق قاعده هشت زاری نمیشه چون از مستثنیاته اینو داشته باشید اما آخرش لویه اون یا چه هست قاعده اعلال روش جاری میشه تمام قواعد عمومی نسبت به آخرش تمام قواعد عمومی اگه مورد داشته باشن جاری میشه نسبت به آخرش و قواعد خصوصی ناقص که مال یعنی قاعده خصوصی ناقص که مال مزارع مذومه و مال امر که حتما مذومه و همیشه مذومه جاری خواهد شد و والسلام دیگه عین الفعلش قاعده خصوصی نداره لویا طبق قاعده 8 میشه لوا لویا قاعده 8 جاری نمیشه لویو قایده هشت و ده میشه لوو مثل رما, رما یا اون تغییرات که در مازی و مزاره گفتیم در اینجا هم هست امر معلومش مزارهش هم میشه یلویو اونم قایده سه میشه یلوی تمام دیگه قایده زاری نمیشه یلویانه هیچ قایده زاری نمیشه یلویونه طبق قایده دو و ده میشه یلوونه بر وزن یفعونه فعل امرش هم از یلوی درست کنیم میشه لیلوه لیلوه یا لیلوو ببینید لیلوه قاعده خصوصی ناقص که حذف خود یا که الفعل هست این قاعده درش جاری شد و تمام موردی که مواردی که در ناقص گفتیم در اینجا هم هست با توجه به قواعد عمومی و خصوصی اعلال صرف افعال لفیف روشن خواهد بود که عین ناقص واوی یا یائیه که ما در جلسه قبل و همینطور در این جلسه در بحث دعا دعوا اینا که صرف کردیم تقریبا شبیه همین خواهد بود یه تذکار تذکر میده فعلی که هر حرف اصلش یادتون باشه ما در اکسام موتل گفتیم موتل یا مثال در اوائل مباحث مشترک گفتیم که یا مثال موتل الفا یا عزوفه یا ناقصه یا لفیف مفروغه یا لفیف مقرونه یا معتل الفاء و عین ولام یا تو باشه مثال واو زد یا یا زد که در اصل وو یا, یا یایی بوده میگه میگه فعلی که هر حرف اصلیش حرف عله باشه نداریم لذا درباره معتل الفاء و عین بحثی نخواهیم داشت اینم بحث لفیفه تمارین لفیف رو وضع تسمیه وضع یعنی علت تسمیه نامگذاری علت نامگذاری لفیف چیز چرا به لفیف لفیف گفتن؟ لفیف یعنی پیچیده شده به خاطر اینکه پیچیده شده در میان حروف عله حرف علش زیاده دو یا سه تا دو تا یا داره حداقلش دو تا, تا حرف عله داره در لفیف مقرون چه قواعدی جاری است در لفیف مقرون فقط قاعده ناقص جاری است قاعده عطف جاری نیست عین الفعل آن حکم حرف صحیح داره از اینجا دیگه مباحث و صرف صیغه ها هم روشن شد ان شاء اینها رو تمرین می‌کنید با توجه به تمام قواعد اعلال اینها رو بررسی میکنید این تمارین و تمارین دیگه در جلسه بعد با بحث فعل ماضی چه دیگه خارج از بحث قواعد اعلاله در خدمتون خواهیم بود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته